نصفروزی تمام روی زمین را تاریکی فرا گرفت و تا ساعت 3 دوام یافت. در ساعت 3 عیسی با آواز بلند داد زد و گفت: الهی، الهی، لما سبقتنی، یعنی خدایا، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ بعضی از حاضران این را شنیده گفتند که او الیاس پیغمبر را صدا می کند. سپس یک نفر دویده لطه را به سرکا تر نمود و با نوگی چوب دراز کرده آن را به عیسی نوشاندنی شد و گفت: ایستید، بینیم که آیا الیاس آمده او را از صلیب گرفته پایان می فرارد. بعد عیسی ناله بلند کرده جان داد. خودی همین وقت پرده ای که جای مقدسترین معبد خدا را جدا می کرد از بالا تا پایانش دریده دو پاره شد. وقتی یک سردار لشکر که در روبروی صلیب ایستاده بود دید که عیسی چطور فریاد زده جان داد، گفت: در حقیقت این مرد پسر خدا بود. چند زن هم آنجا بودند که از دور این حادثه را می دیدند. در بین آنها مریم مجدلیه، سلومیت و مریم که مادر یعقوب خردسال و یوسی بود نیز حضور داشتند. آنها در جلیل به عیسی همراه شده به او خدمت می کردند. بسیار زنان دیگر نیز که همراه او به اورشلیم آمدند در آنجا بودند. شام شد و مردم برای روز شنبه تیاری می دیدند. یوسف نام شخص از شهر راما که اعضای آبرومند شورای پیران بود و فرارسیدن پادشاهی خدا را انتظاری می کشید، با جرأت پیش پیلاتوس رفت و جسد عیسی را طلب کرد. پیلاتوس حیران شد که عیسی به این زودی مرده است. بنابراین سردار لشکر را دعوت کرده از او پرسید که آیا عیسی الکی مرده است؟ وقتی که آن سردار لشکر تصدیق کرد، پیلاتوس جسد عیسی را به یوسف سپارید. یوسف متاعی صوف خرید و جسد را از صلیب پایان فراورده کفن پیچ کرد و به درون قبری که در غار ساخته شده بود گذاشت. بعد سنگ کلانی را به درآمد قبر غیلانده آن را محکم کرد. مریم مجدلیه و مریم مادر یوسی دیدند که جسد به کجا گذاشته شد.